سلام رفقا، خب تو این ویدیو تایتلش رو دیدید، خیلی به نظر نامفهوم میاد ولی مبحث خیلی مهم میداره، احتمالا برای شما هم پیش اومده. تو یه مداری به طور مثال تو این تصویری که دارید میبینید، نقطه A رو میگیریم، تغذیه وستمنتون خیلی تو این بخش این مشکل به وجود میاده و به نتیجه رسیدن، برای همون دارم این مثال رو میزنم. نقطه A تغذیه وستمنت، نقطه B وستمنت. حالا مشکل گوشی نو سرویس IMEI نداره، مودم نداره یا سرچینگ، هر دلیلی که داره، شما دو بار سه بار تغذیه بیسپاند تعویض کردی، ریبال کردی بیسپاند و قطعات دیگه، مسیرهای دیگه رو به قول گفتنی کل مدار آنتن رو تعویض کردی، به نتیجه نرسی، در آخر سواب میکنی و مشکل برطرف میشه. امروز میخوام در مورد یکی از عوامل اصلی که باعث این اتفاق میشه توضیح بدم و چطور میشه پیداش کرد و این مشکل رو برطرف کرد و حداقل اینه که توی این مبحث هزینه کمتری بابت سواب میدید. وقتی بتونید این مشکل رو بدونید از چیه و بتونید حلش کنید، خب توی بخش خرید بردتون صرفه جویی کردیم و احتیاجی هم نیستش سواب بکنید. بریم سراغ این ویدیو و داستان اصلیش. خب این مشکل از خازنهای بایپس به وجود میاد، برعکس چیزی که به ظاهر قضیه است و همه فکر میکنن که اگه به قول افتنی خازنی به مشکل میخوره اتصال کوتاه میشه، ولی خازنها دو تا حالت به مشکل میخورن. یکیش اتصال کوتاهه، موقعی که دو تا پلیت خازن به هم میچسبه و گوشی به قول گفتنی تو اون لاین اتصال کوتاه میشه، و نوع دوم که بسیار موزی و خیلی سخت میشه پیداش کرد و داستانهای خودشو داره، حالتی هستش که ظرفیت خازن به هم میخوره. توضیح خیلی مختصر بدم، و این نوع خازن که X5R هست و جنسش هم سرامیکه، یک نوع خازن بایپس کلاس 2 هستش، یه تحمل دما رو داره. حالا من توضیح بدم در مورد X5R چه معنی میده این خازن سرامیکیمون. X میشه کمترین تحمل دماش 55 درجه است و مکسیموم درجه دماش میشه اون 5، یعنی 85 درجه سانتیگراد رو میتونه تحمل کنه. بس ایکسش شد کمترین 55 درجه سانتیگراد. 5ش به معنی اینی که نهایت تحملی که در برابر دما داره میشه 85 سانتیگراد. و R هم اینجا معنی تلرانس رو میده، که تو بخش تلرانسش، یعنی وقتی R میاد یعنی 15% تلرانس خطا داره، میتونه تا این 85 تا 100 درجه سانتیگراد هم بره، از اون ورم از 55 میتونید کم کنید، مثلا حدودا میتونه دور بر 40 درجه سانتیگراد باشه. بانش کار نداریم، این تحمل دماشه. اگه این خازن به این شکل به مشکل بخوره چه اتفاق میفته؟ ما با علمیش کاری نداریم، تنها خیلی ساده بخوام بهتون توضیح بدم. حالا عموماً خازن های بایپس شارژ شدنشون از طریق ولتاژ عمومیه، یعنی مسیر باتری ها به طور مثال توی این گوشی های آیفون VD VCC من شارژشون میکنه. اما هر چقدر IC و اطرافش رو به قول گفتنی تعویض کنید، باز هم به نتیجه نخواهید رسید. و تا اینجا بشه. حالا به چه صورت اینو پیدا کنیم؟ سه تا راهکار هستش. یکیش